عرض سلام دارم خدمت شما. بله خواهم جور که گفتین یه والیبال خیلی خوب و به اصطلاح تماشاچی ها امروز نگاه کردن توی سالن. اول که خدا رو شکر میکنم که تونستیم نتیجه بازی رو به نفع خودمون رقم بزنیم و این برد رو تقدیم میکنم به همین هواداری که شما گفتین. واقعا سنگ تموم گذاشتن، واقعا هوادارهای پرشوری هستن، هوادارهای با تعصبی هستن و خیلی کمک کردن امروز به ما توی نتیجه این مسابقه. خب همونجوری که میدونین امسال تیم‌ها یه شرایطی دارن که سطح فنیشون خیلی نزدیک به هم هستش. سوای دو تیم شهرتاب و فولاد سیرجان بقیه تیم‌ها خیلی به لحاظ فنی نزدیک هم هستن و توی 5 هفته گذشته هم ثابت شده که خب اکثرا تیمایی که میزبان هستن برنده بازی‌ها میشن اکثرا و نقش تماشاچی‌ها و میزبانی، استفاده از میزبانی خیلی پررنگه و خب ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. قراری هم بر این هستش که با بچه‌ها بازی‌هایی که توی مشهد هستش جلوی این هوادارا شرمنده‌شون نشیم و دل این هوادارا رو شاد کنیم. بازی‌های بیرون از مشهد ما عملکردمون بد نبوده سوای بازی طبیعت که روز بد ما بود، ولی هم توی گرگان هم توی اردکان بازی بدی به نمایش نذاشتیم. متاسفانه یه مقدار جوان بودن تیم ما و کم تجربگیشون کار دست ما داد روی پهنای حساس گیم چهارم و میتونستیم اون بازی رو به نفع خودمون نتیجه‌اش رو تغییر بدیم که متاسفانه نشد. هنوز جدول به نظر من شکل خودشو پیدا نکرده، هنوز جا نیفتاده و هنوز ممکنه با یه باخت یا برد 5 پله صعود کنن یا سقوط کنن. هنوز زمان داریم که به هر حال تیم‌ها شناخت بیشتری نسبت به هم داشته باشن. امیدواریم که روند رو به بهبودمون ادامه داشته باشه و بتونیم که انشالله با امید خدا بازی‌های خارج از خونه هم دست پر بیرون بیایم. بچه‌های ما جوونن و یه مقدار کم تجربه کار دستمون داده. امیدوارم که رفته رفته این جوونی ان شاءالله تبدیل به پختگی بشه و بتونیم بازی خارج از خونه هم دست پر از زمین بیرون بیاریم. من دم عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان. یه بازی ماراتون بود، بازی بود که فکر می‌کنم تماشاگرها 5 ست والیبال خوب دیدن. دو ست اول ما تونستیم پیروز بشیم، اما توی سه ست بعدی فکر میکنم که بازی شرایطش تغییر کرد، بازی بیشتر به سمت احساسی رفت از طرف دو تیم. اول احساس برد برای تیم ماست سوم و در نهایت احساسی بازی کردن تیم حریف که بسیار خوب است سوم و والیبال بازی کردن. من فکر میکنم ما حتی اقل تیم خودمون دو ست آخر اسیر احساسات بالا پایین شده داخل زمین شدیم که باید دربارش صحبت کنیم، دربارش تحقیق کنیم تا بتونیم متفق کنیم. بازی که میتونستیم پیروز بشیم شکست خوردیم. به تیم حریف هم تبریک میگم، زحمت کشیدن. بازیکنان خودمون هم همینطور 5 ست تمام تلاش میکردن ولی خب امشب نشد. جواب این سوالو دادن کلیشه‌ای میشه. من بازیکنهای جوان تو تیمم دارم، بازیکنهای با تجربه دارم و بازی کردن تو مشهد همیشه سخته و تو این بازی فکر میکنم دو سه تا آخر کاملا اسیر احساسات تیم حریف شدیم که تونستن با تماشاگرهاشون به ما غلبه کنن. اول سلام عرض میکنم خدمت شما، همه تماشاگرهای خونگرم مشهدی که واقعا برامون سنگ تموم گذاشت. حتی دو ستی که اول بازی ما شروع خوبی نداشتیم ولی خب به لطف حمایت تماشاگرامون تونستیم به بازی برگردیم. یه استارت خوب زدیم تو ست سوم و فاصله همونو که رفته رفته زیاد کردیم و تو ست چهارم و پنجم با اختلاف خوبی تونستیم برنده بازی باشیم. بیشک حمایت تماشاگرها بی تاثیر نبود تو این بازی. خیلی خیلی به ما لطف کردن، کمک کردن، دستشون درد نکنه. ولی خب باید از اینم نگذاریم که ما کادر خیلی قوی داریم. خدا رو شکر تونستم با آنالیز حین بازی ما رو به بازی برگردونیم.